به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور و صحتمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدیم. خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف هشتم با هم دیگه درست است فصل چندم هستیم فصل هفتم افاده های الجبری درست است پس فصل هفتم افاده های الجبری درس چندم میشه درس هشتم ما شما میشه امروز اما ما شما چه عنوانی رو باید امروز با هم بخوانیم پس هدف درس هشتم ما شما امروز چی میشه تجزیه افاده های الجبری که اول باید بفهمیم تجزیه چی است تجزیه رو ما بر طرف میکنم سر تخته که رفتیم بر طرف میکنم و بعد میگیم یک افاده الجبری به ما شما میتا میگه تجزیه کو حالا چه راههایی برای تجزیه ما شما داریم درست است و او را ما شما چی میکنیم تجزیه میکنیم خب شاگرد عزیز قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم کارخانیگی درس گذشته رو باید به ما روان میکردید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 شاگرد عزیز با ما همراه باشید خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما با شما چی است تجزیه افاده های الجبری پس من نوشتم میکنم تجزیه افاده های الجبری خب شاگرد عزیز دقت کنید منظور از افاده الجبری گفتیم اگر یادتان باشه ما و شما اینو چندین بار تکرار کردیم درست است افاده الجبری گفتیم به سه دسته کلی پولینوم ها یا چند حده ها ناطق و غیر ناطق تجزیه میشه درست می دست بندی میشه درست است خب ما و شما وقتی میگیم افاده الجبری منظور ما و شما همون پولینوم هاست فقط یعنی چی افاده ناطق و غیر ناطق باز در صنف 10 به 9 و و یا میخوانیم صحیح پس فعلا ما فقط با پولینوم ها کار داریم پس اگر عنوان ما و شما تجزیه افاده الجبری منظور ما و شما اما چی پولینوم ها یا چند حد هاست صحیح است خب اول تجزیه تعریف می کنیم. تجزیه چی هست؟ میگم که اگر یک افاده الجبری،, الجبری که میگم منظور ما هم پولینوم هاست صحیح شاگرد عزیز پس اگر یک افاده الجبری را به شکل ضرب دو یا چند افاده الجبری با درجه کمتر درجه یعنی توان متحول صحیح پس درجه یک افاده الجبری یا یک پولینوم میشه توان متحولش صحیح با درجه کمتر نوشته کنیم میگیم میگوییم که آن را چی کردیم تجزیه کردیم پس من اشتباه می تجزیه میگیم که اگر شاگرد دقت کنید پس تعریف تجزیه است اگر یک افاده الجبری را افاده الجبری را به صورت یا به شکل به شکل ضرب دو یا چند افاده دو یا چند افاده با درجه کمتر نوشته کنیم با افاده با درجه کمتر درجه منظور شیست توان متحول میگیم درجه پس تجزیه اگر یک افاده الجبری را به شکل ضرب دو یا چند افاده با درجه کمتر بنویسیم میگوییم که آن را چی کردیم شکرد عزیز؟ آفرین آن را تجزیه کرده ایم پس معنای تجزیه همون چی است جدا جدا کردن دیگه نه تجزیه نام روش است حالا ما و شما بیایم چی میکنیم یک فاده الجبری داریم بلندترین توان ما و متحول ما و شما با نام مثال است 2 است 5 است فرق میکنه. بلندترین یک درجه بر خود داره بلندترین توان میشه درجه صحیح است حالا ما و شما گفته ما و شما ای اگه به شکل ضرب دو تا فاده الجبری یا چند تا سه تا چهار تا فرق میکنه به شکل ضرب فقط باید باشد دقت کنید به شکل ضرب دو فاده الجبری با درجه کمتر اگه بتونیم نوشته کنیم بگیم چه کردیم تجزیه کردیم صحیح است خب شاگرد عزیز آل ما و شما چی رقم تجزیه کنیم خیره یک تا دل جبل ما و شما میتون تجزیه کو چه رقم تجزیه کنیم پس راه های تجزیه روش های تجزیه دقت کنید روش های تجزیه کردن خب ما و شما دو روش برای تجزیه کردن داریم دو روش عمومی داریم دو روش کلی داریم یک چی است مطابقت ها, مطابقت ها. که ما شما دو مطابقت خواندیم در درس گذشته درست است مطابقت چی تفاضل مربعات یا مزدوج برش میگفتیم و دیگه چی تفاضل دیگه چی بود مطابقت دیگه نامش مطابقت مربع دو حد ده این دو مطابقت خواندیم یکی از کاربردهای مطابقت‌ها ها در تجزیه است در تجزیه است ما شما کمک میکنه یک تا فاده الجبری ما شما بهت گفته تجزیه کن نگاه میکنیم اگر در مطابقت‌ها ها سر خورد از مطابقت‌ها ها چی میکنیم تجزیه میکنیم صحیح خب اما رای دوم چی رای دوم مشترک گیری یا فاکتورگیری گیری برش میگن مشترک گیری یا من نوشته میکنم فاکتورگیری گیری خب شاگردی عزیز پس دقت کنید پس ما و شما برای تجزیه دو راه داریم دروی از دیگه هم داره ولی دو رای که عمومی سه کلا ما با شما اکثر سوال با دو میتونیم کار کنیم صحیح خب روش های تجزیه پس یک تاش مطابقت هست که ما شما فعلا دو مطابقت خواندیم گفتیم در صنف بعد در صنف نو ما شما دیگه مطابقت ها رو میخوانیم فعلا سوالی که با ما و شما میته با همه مطابقت ها تجزیه میشه صحیح و روش دیگه چی هست مشترکگیری یا فاکتورگیری که در کتاب ما شما نامده. ولی ما در آخر باز یک تزیین برای تشریح میکنم که بوفاوی فاکتور گیریم چی رقم میشه اگر یک یک فایده به ما و شما بده میگیرید تجزیه کو شما میبینید در این مطابقتا سر نمیخوره مطابقتا که ما و شما خواندیم پس میریم از فاکتورگیری گیری استفاده میکنیم اگر از فاکتورگیری سر خورد از چی میکنیم استفاده میکنیم و او رو تجزیه میکنیم صحیح است پس ما چند مثال کار میکنم مثال خب شاگرد عزیز دقت کنید ما اول یک یاداوری کنم قبل که مثال بزنم ما یک یاداوری کنم در رابطه با مطابقت هایی که ما و شما خواندیم در سری گذشته چند مطابقت خواندیم دو مطابقت پس یک یادآوری نوشته میکنم یادآوری خب مطابقتی که اول ما و شما خواندیم چی بود تفاضل مربعات آفرین تفاضل مربعات یا مطابقت مزدوج و او فرمولش به ای شکل بود گفتیم اگر باشد a جمع b در a منفی b مساوی میشه با a مربع منفی b مربع صحیح ای بی در ای منفی بی مساوی است را منفی بی این این چی بود فرمولش بود گفتیم دو قوس داشته باشیم حدای اول دقیقا مشابه هم باشد حدای دوم دقیقا مشابه هم باشد فقط یک تا بینش مثبت یک تا بینش منفی باشد فرق نمی من اول منفی دوم مثبت یا اول مثبت دوم منفی فرق نمیکنه من یک تاش مثبت یک تاش منفی باشه درست خب پس این وقتی میگم آقا من قوس هم میگم مثلا این منفی باشه این مثبت باشه فرق جواب شکی میشه خب این چی میشه این مطابقت چی است مزدوج برش میگفتیم گفتیم یعنی دو قوس با هم مزدوج هستن، صحیح مزدوج یک دیگر گفتم میشه مثلا در ریاضی میگیم یار دو مزدوج یک دیگر هستند صحیح شد فهمیدید دیگه خب جوابش چی میشه میشه حد اول مربع منفی حد دوم مربع این صد فیصد کار کردیم دیگه نه گفتیم هم از این بر به ای بر سوال میایه هم از او بر دی بر یعنی اگه سوال به ما و شما بتا جواب بخواد خب آسان است اما بعضی وقتا گفتیم جواب میته به ما و شما سوال از ما و شما میخواد میرم کار کردیم در رسای گذشته به عنوان مثال دقت کنید پس این مطابقت چی بود مطابقت مزدوج پس من میکنم مطابقت مزدوج یا تفاضل مربعات بود نامش فرمول کلیش یعنی بود مثالش دقت کنید شاگرد عزیز به عنوان مثال ما شما داده x جمع دو در x منفی دو چی هست مطابقت مزوج است یا تفاضل مربعات است میگیم بله چی مزوج چرا چون دو قوس داریم حد اول دقیقا مشابه هم است حد دوم مشابه هم است یک تاش مثبت یک تاش منفی خب جواب چی میشه جواب میشه حد اول مربع منفی حد دوم مربع حد اول ما و شما x است پس x مربع خب شاگرد عزیز ممکنه بعد دیدون بعد شاگردان میگه استاد خب حد اول از این بگیم وظیفه فرق میکنه حد اول یکی است حد دوم هم یکی است حد صحیح حد دوم دو است دو این منفی رو نمیگیره منفی دیگه در فرمول هست دیگه نه پس x مربع این منفی از خود فرمول حد دوم چی رو بگیریم چی بگیریم دو رو میگیریم دیگه نمیگیریم دیگه صحیح است دو مربع که این اختصار کنم x مربع خودش دو مربع تا میشه 4 پس میشه منفی 4 شاگرد عزیز باز غلط نکنی ما دیدم از شاگرد غلط میکنه که این مربع از منفی رو شامل میشه میگیم نه خیر این مربع فقط از دو است از منفی نیست اگر از منفی باشه باید داخل قوس باشه که نیست صحیح است پس میشه x مربع منفی 4 فا چی رقم شد دیگه پس یک تا مثال دیگه کار کنیم مثال دیگه دقت کنید و ما شما چی؟ دو ایکس جمع سه در دو ایکس منفی سه مطابقت مزدوج است میگیم بله دو قوس داریم حد اول با هم مساوی است حد دوم با هم مساوی است یک تا بینش مثبت یک تا بینش منفی است پس جواب چی میشه حد اول مربع منفی حد دوم مربع پس میشه دو ایکس کل مربع منفی حد دوم ما شما سه مربع سیس کی را اختصار کنه در اینجا نوشتم چون جایی نیست اینجا نوشتم میکنم این مربع هم از دو است هم از ایکس است پس میشه 4 ایکس مربع چون دو مربع 4 میشه سیس منفی 9 مربع میشه چند سه مربع میشه چند 9 پس منفی 9 پس جوابش میشه 4 ایکس مربع منفی 9 پس چی شد یادآوری مطابقت مزدوج اما گفتیم برعکسم جواب ما و شما میته سوال از ما و شما میخواد وقتی جواب به سوال بخواد همین میشه تجزیه و تختر پاک میکنم از هم کار میکنم که در تجزیه سر میخوره سعیس پس تختر پاک میکنم خب شاگرده عزیز و گرامی یک تا مثال دیگه کار میکنیم پس نوشته میکنم مثال از مثال از چی کار میکنیم؟ از مطابقت تفاضل مربع یا مزدوج دقت کنید برعکس اگر با ما شما سوال میتن. با, با اون مثال جواب ما شما میته میگه چی کنید شما سوال نوشته کنید امین خودش چی میشه تجزیه میشه پس تجزیه به شکل است با اون مثال دقت کنید با ما شما داده من دا اینجا نوشته میکنم x مربع منفی 4 این چی داریم شاگرد عزیز به ما گفته تجزیه کنید این نگاه میکنیم این چی است این مطابقت مزدوج است چرا جوابش است دیگه ایکس مربع گفتیم خب به بود باید این حد دوم مربع باشد خب یعنی چهار است ولی 4 ما شما میتونیم چی نوشته کنیم دو مربع نوشته کنیم درست است پس ما به جای 4 میتونیم دو مربع نوشته کنیم پس ما در ذهن خود این 4 خط میزنم نوشته میکنم دو مربع صحیح پس چار چی میشه دو مربع میشه خب حالی شده ای مربع منفی بی مربع دو مربع دیگه ای ما و شما ایکس است b ما و شما دو است من فرمول در خود نوشته می فرمول چی رقم بود فرمول ما و شما این شکل بود ای جمع بی در ای منفی بی میشد چی ای مربع منفی بی مربع یعنی به ما و شما یعنی جواب داده سوال خواسته نگاه کنید x مربع منفی دو مربع به جای دو مربع نوشته می پس A ما و شما میشه x درست هست. و بی ما و شما چی میشه یعنی دو میشه دو قاعده دیگه صرف چون در فرمول مربع داریم دیگه پس ما و شما اینو به شکل مربع دار نوشته میکنیم خب پس چی میشه دو قوس میشه ای جمع بی در ای منفی بی پس میتونیم جواب جوابش نوشته کنیم چی نوشته کنیم ای ما و شما ایکس است ایکس جمع دو در ایکس منفی دو صرف پس جواب ما و شما داده حال سوال هم میخواد و همین چی میشه شاگرد عزیز میشه تجزیه تجزیه چی گفتیم گفتیم یک الجبری داریم دو حد دست. درجه چند است بلند تر توان یک شما چند است دو درجه دو است به شکل چی نوشته کردیم دای دا داخل بین دو قوس چه علامه نیست علامه ضرب است به شکل ضرب دو قوس دو افاده الجبری با درجه کمتر توان زیاد چند است توان زیاد یک است درجه, درجه یک میشه صحیح است پس ما تجزیه را می گفتیم دیگه اگر یک افاده الجبری را به شکل ضرب دو افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کنیم میگیم چی کردیم را تجزیه کردیم صحیح است پس این فاده الجبری با تجزیه کنیم با... با توجه به کدام مطابقت مطابقت مزدوج یا مطابقت تفاضل مربعات صحیح است پس این به ما شما میتا میگه تجزیه کو یعنی به این ایشک تبدیل کو پس این همو چی است مطابقت ما شماست مثال بعدی دقت کن شاگرد عزیز مثال بعدی به ما شما به این شکل 25 x مربع منفی نو. خب دقت کنید دیدید ما شما در جلسات قبل درس خب کار کردیم دیگه نه این دو که مربع نداره پس خوب اینو میفهمیم نور چی نوشتن میکنیم سه مربع اینو که خب خودتون آفرین اما نکتهش در اینجاست مربع فقط از ایکس از 25 نیست ما شما قبل کار کرده بودیم به مشابه از سوال نه گفتیم باید یک طور نوشته کنیم مربع از کل باشد پس من را میتونم نوشته کنم یعنی اینو نوشته کنم سه مربع و را میتونم نوشته کنم چی 5 x کل مربع چون مربع که از, از کل باشد میشه 5 مربع 25 x مربع هم x مربع پس به ای شکل میشه پس این به ای شکل است دقت کنید این بوده 5 x کل مربع منفی 9 هم بوده 3 مربع خب دقیقاً چی شد پس a ما و شما 0 مربع چه باشد 5 x ما و شما میشه a و b ما و شما چند میشه 3 میشه پس میشه a جمع b در a منفی b پس جواب چی میشه 5 x جمع در 5x منفی سه سه یا منفی سه چرا شد دیگه نه پس با ما و شما میتونم میگه تجزیه ما و شما نگاه میکنیم در کدام مطابقت سر میخوره مطابقت اول خواندیم چی بود مطابقت تفاضل مربع یا مزدوج نگاه میکنیم پس به این یک تا دیگه مثال هم کار میکنم دقت کن شاگرد عزیز مثال با ما و شما میتنم. چند x مربع y مربع منفی 1 منفی 1 بر 4 بخی سختش کنیم میره منفی خب شاگرد عزیز گفته چی کنید شما تجزیه کنید خب نگاه میکنیم این ده کدام مطابقت سر میخوره مطابقت مزدوج مطابقت مزدوج جواب ما و شما میده و سوال میخواد صحیح وقتی میگه تجزیه کنید یعنی بعد ای مربع منفی به تو ا رو بفهم ای چی است به چی است خب این مربع ها ای از وای است ای از ایکس است یا شانزده نیست پس یک باید نوشته یک چیز کل مربع و یک بر باید مربع داشته که مربع نداره باید باید یک عدد پیدا مربع یک بر و چند است آفرین یک بر دو آفرین کسایی که گفتن آفرین پس این چی است این به شک ای به شک نوشته میکنیم نوشته میکنیم 4 x y کل مربع صحیح اول مربع از کل عزیز 4 مربع میشه چند 16 x مربع میشه x مربع y مربع تا میشه y مربع صحیح پس دانش نوشته یک چیز کل مربع خب یک بر نوشته میکنیم منفی یک بر 4 رو میتونیم بر دو کل مربع یعنی مربع از یکت میشه یک مربع از دو میشه چهار دقیقا نمی میشه پس ما شما ای و بی رو تا نیستم بفاهمیم چی است پس جواب ما شما چی میشه دو قوس ای جمع بی ای منفی بی ای چی میشه حد اول میشه چار اکس وای چار اکس وای حد دوم جمع یکی بر دو و چار اکس وای منف یک بر دو سی پس ما ایرو چی کردیم؟ تجزیه کردیم با توجه به چی؟ با توجه به مطابقت تفاضل مربعات یا مزدوج نام بود؟ هم گفتیم مزدوج میگیم هم تفاضل مربعات میگیم پس شاگرد از دقت کنید وقت این باز دیدم میک... بعضی شاگرد غلط میکنه یه به شکل نوشته میکنه باز در اینجا نوشته میکنه چاریک, وای مربع مربع نیست دیگه در فرمول نگاه کنین ای مربع در اینجا خود ای است دیگه مربعش میگیره یا مربعش نوشته نکنه خود ای جمع بی پس تحت مربع هر چی باشد امور نوشته میکنی در اینجا که 4x وای مربع است در قوس اول چی می نوشته میکنی حد اول 4x وای دیگه مربعش نوشته نمیکنی ده هم چی یک بر دو من دیدم بر شاگرد با نام مثال این نگاه کنید x مربع منفی دو مربع نوشته میکنه x مربع جمع دو مربع x مربع منفی دو غلط است ما وقتی که جواب ما شما داده جواب ما شما مربع دارد اما سوال ما شما مربع ندارد دیگه خود ایو بی رو باید نوشته کنید صحیح پس میشه ایکس جمع دو ایکس منفی دو ایکس مربع جمع دو مربع نوشته نكنی غلط میشه صحیح است دو مدت بعد شاگرد نوشتن كنه ایکس مربع جمع دو مربع ایکس مربع منفی دو مربع غلط است دقت کنید جواب ما شما مربع دارد اما سوال مربع ندارد صحیح خب شوگرد عزیز پس يا حالت اول از چه سوالایی که به ما و شما می میگه تجربه کن از چی کمک میگیریم از مطابقت نوع اول و چی بود تفاضل مربعات یا مزدوج من تختر پاک میکنم از تا... از مطابقت دوم هم سوال به ما و شما می تمه میگه چی کنیم تجربه کنیم کنی. و از مطابقت دوم کار بگه. یک یادآوری میکنم بعد سوال کار میکنیم پس تختره پاک میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی انتقال از مطابقت دوم سوال کار کنیم پس من یاداوری مطابقت دوم میکنم پس یاداوری مطابقت چی؟ مطابقت مربع دو حد ده مربع دو حد ده یا تا نفت فرمولی بود شگرد عزیز من نوشتن میکنم مربع دو حده حد به شک بود A جمع B کل مربع دقت کنید از کجا میفهمید مطابق از مربع دو حد است کل مربع باشه مربع از دو... چی باشد در خارج قوس باشد پس چی میشد میشد حد اول مربع چون در اینجا جمع میشه جمع دو چند حد اول در دوم جمع حد دوم مربع و اگر باشد ای منفی بی مربع پس میشه حد اول مربع منفی ها چون به منفی است پس ما منفی میمانیم سیست دو حد اول در دوم جمع حد دوم مربع این ها رو باید یادداشت بشه که یاد داریم صحیح خب سوال به ما شما بهش میت به مثال میت به ما شما چی x جمع دو کل مربع جواب چی میشه حد اول ما شما حد دوم ما شما دو است دیگه نه b ما شما دو شده پس از فرمول اول شما بینش مثبت است از فرمول اول پس چی میشه شاگرد عزیز حد اول مربع یعنی x مربع بینش مثبت است یعنی جمع خب حد چه این دو چا ای گفتم یه دو عدد ثابت است همیشه نه دو را میمانیم حد اول در حد دوم حد اول ما و شما چی است حد اول ما و شما ایکس است حد دوم ما و شما دو پس ایکس و ایم دو و جمع حد دوم مربع یعنی حد دوم ما شما چند است شکر عزیز دو است پس دو مربع جمع دو مربع خب میره اختصار کنید ایکس مربع خودش خب دو زب در ایکس زب در دو دو دوید میشه چار چار زب در میشه چار ایکس هست پس میشه مثبت 4x جمع دو مربع تام چند میشه 4 میشه پس جوابش انیر داده این رو یادتون هست نه چی بود این دو فرمول مطابقت مربع دو حده حد عالی دقت کن شاگرد عزیز ده مطابقت ها ما شما یعنی سوال میداد جواب میخواست که میتونیم بکشیم. عالی ده تجزیه جواب میته میگه سوال چی بوده صحیح است عالی من سوال کار میکنم ایر با ما و شما بته اکس مربع جمع چار اکس جمع دو چاره بته میگه ایر چی کن؟ ایر شما تجزیه کن ایر ای سوال است دیگه ای بخش جواب است دیگه نه من خود سوال باید بفهمم پس به این شکل هست نگاه با ما و شما ایر میتن میگه که اکس مربع جمع چار اکس جمع چار گفته ایر چی کنید؟ یعنی فاد الجبر تجزیه کنید. من میبینم این ده کدام مطابقت سر میخوره در مطابقت مربع دو حد ده. چرا چون جوابش چی است جوابش سه حد دارد یک تاش مربع است یک تاش عدد یک است تاش عدد ثابت است و معمولا به شک میشه صحیح است به شک میشه یعنی سه حد میشه در مطابقت مربع تفاضل مربع یا مزوج چرا قم بود جواب ما و شما دو حد بود با نام میشد ایکس منفی نو دو حد است جوابش ای رو باید که چی میشه؟ ای از متوقت تفاضل مربعات است یعنی نورم سه مربع نوشته میکنیم باز مفاهمی چی میشه ولی جواب مربع متوقت مربع دو حد سه حد است سایست بسیار بفهم. به ما یک تفاوت در جبری میته. میگه تجزیه کو از کدام متفاوت سر میخوره میبینیم. اگر دو حد بود واردش مربع داشت جدا جدا. پس متفاوت چی است؟ تفاضل مربعات است. اگر سه حد بود چی میشه؟ احتمالاً از چی از تفاضل از متفاوت مربع دو حد است. ولی خواست کجا بفهمی میره؟ که چی میشه؟ دقت کنید ده تفاضل مربع که آسان بود دیگه گفتم دیگه اینا رو به توان دو نوشتن میکنیم مربع نوشتن میکنیم زیر مربع یا توان در چه باشه او ای میشه و دیگه شم بی میشه یک صحیح اما با ما شما این جواب داده این رو دا گفته ای رو تجزیه کنید خب ما شما این رو باید بفهمیم چه رقم بفهمیم شاگرد عزیز دقت کنید من این ای برد میگم این رو بفهمیم از این سوال زیاد کار میشه این با ما شما میته میگه شما چیکار کنید این را تجزیه کنید ببینید جوابش سوال بگو چی بوده خب حالا ما در یک سوال چی بوده x جمع دو کل مربع بوده نه پس این به میشه x جمع دو کل مربع یک یک قوس مربع معنی مربع معنی است شاگرد دو مربع چی میشه یعنی دو ضرب دو پنج مربع چی میشه آفرین پنج ضرب در پنج شش مربع چی میشه شش ضرب در شش صحیح است حالا یک قوس مربع چی میشه قوس ضرب در قوس پس میشه به میشه x جمع دو در x جمع دو صحیح است یعنی قوس ضرب در خودش دیگه میشه مربع پس ما چی کنم شاگرد یا جمع است جمع است اگه ضرب نیست، یا جمع است پس ما یک افاده الجبری با توان دو را با درجه دو را به شکل ضرب بین دو قوس ضرب ضرب دو افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کردیم پس تجزیه شده صحیح پس با ما و شما جواب می سوال چون سوال کل مربع است میتونیم دو بار در خودش ضرب کنیم پس میشه تجزیه صحیح پس این س... جواب ما و شما میته اون سوال میخواد سوال کی شد به شک بود ما بهش شک میکنیم پس میشه تجزیه کردن خب حال نکته میسته که این جواب بده ما وش چرا هم بفهمیم اینه که ما فهمیدیم چون ما خود ما و شما چی کردیم انکشاف دادیم و جوابش فهمیدیم و دقیقا برعکس از میفهمیم یک جمع دو بوده اما با ما و شما ایار نته فقط هم جواب آخر بده بگه تو از کجا میفهمی ایکس جمع دو میشه خب شاگرد از این دقت کنید با گفتم چون سه حد دارد پس مربع دو حد میشه خب شما چیکار میکنید حد اول جذرش باید بگیرید جذر مربع جذر که میفهمید جذر یاد تند نه جذر x مربع چی میشه x میشه جذر 4 چند نشه دو میشه خب این حد وسط باید این جذرای اول آخره که گرفتیم در هم ضرب کنیم ضرب در یک دو یک عدد ثابت دو هم داریم جذر از x جذر از هم دو. صحیح پس جذر از چی میشه x جذر از هم چند میشه دو. یار دور ضرب کن و جوابش در یک عدد دو هم ضرب کن دو ضرب در x میشه 2x در یک دو همه گذرب کنیم میشه 4x همین حد وسط چه دانه میگیم بله حد وسط شد, شد. وقتی حد وسط شوه پس چی میشه پس مطابقت مربعی دو حد هست اگر نشد میگیم نیست پس نقطه شمیسته دقت خوشگلی بود با ما و شما اینو داد ما جذر مربع جذر از این حساب کرد جذر از میشه x جذر از چی میشه جذر از میشه 4 صحیح است جذر جز بخش جذر میشه دو میگم 4 جذر از میشه دو چون جذر 4 دو است جذر x مربع میشه x جذر 4 میشه دو آلی اردو در هم ضرب کو جوابش در یک دو ضرب کو اگر حد وسط دریافت شد پس چی است متابقت مربع دو حد است پس میشه همی x امید دو علامه بینشم چی میشه یعنی علامه وسط است حد وسط یک مثبت نمیشه مثبت یک منفی باشه میشه منفی صحیح است پس دقت کو یک بار دیگه برات ما چی است از کجا میفهمیم مطابقت مربع دو حد است سه حد باید داشته باشیم خب حد اول جذرش حساب کو حد دوم جذر جز... حد آخرم جذرش حساب کو این اردو در هم ضرب کو جوابش در یک دو ضرب کو این اردو در در هم ضربش چی میشه میشه 2x باز در یک دو هم اگه ضرب کنیم دو دو میشه چند میشه چار ایکس خب چار اکس حد وسط شد بله پس چی هست مطابقت مربع دو حد دست پس جواب چی میشه اینی حد اول جذر حد اول و جذر حد آخر بینش هم علامه از حد وسط میگیریم سه است؟ پس داخل قوس مربع این رو میتونیم بهشک نوشته کنیم یک تا مثال دیگه کار میکنیم تا متوجه باشه اگر دقت کنید یک تا مثال دیگه با ما شما با اون مثال این رو شما چی کنید تجزیه کنید x مربع منف ششکس جمع نو گفتیم تجزیه کنه. خب این مطابقت مربع دو هدف یا مطابقت تفاضل مربعات چند حد دارد سه حد دارد پس متچی است مربع دو هدف تفاضل مربعات دو حد داشتیم سیست یادت باشه خب چه رقم میرم بفهمیم چی میشه ای و بی چی است میگیم جذر از حساب کو جذر از چی میشه ایکس جذر از چی میشه جذر از جذر نو میشه سه خب یه رو در هم ضرب کو ضرب در دو کو حد وسط میشه یا نمیشه ایکس ضرب در سه بسازیم میشه سه پس سه ایکس این رو جوابش باید در دو هم بکنیم دو سه چند میشه؟ میشه شش ایکس همین حد وسط شد؟ بله سهیست؟ پس چی میشه؟ این مطابقت مربع دو حد است پس یک قوس باز میکنیم کل مربع حد اول همین جزر است که x است و جزر حد آخر سه علامه بین شست علامه از وسط میگیریم. از حد وسط پس منفی پس ای بوده x منفی سه کل مربع پس هم کنیم منفی در x مثبت سه در بخش در منفی سه در دوش منفی سه چون مربع دیگه همیشه دو بار در خودش ضرب شده ایکس منفی سه در ایکس منفی سه پس ما اینو چه کردیم تجزیه کردیم درست از عزیز پس شاگرد عزیز و گرامی تجزیه رو فهمیدیم تجزیه یعنی یک افاده الجبری را ما به شکل ضرب دو یا چند افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کنیم میگیم تجزیه کردیم حالا راه تجزیه چه بود مطابقت دو مطابقت که ما شما خواندیم و فکتورگیری که فاکتورگیری در کتاب ما شما نیست خب اما مطابقت ها شاگرد عزیز مطابقت ها گفته مطابقت نو اول چی بود مطابقت تفاضل مربعات یا مزدوج و مطابقت دوم چی است مطابقت مربع دو حده از کجا بفهمیم کدام است اگر سوال با ما شما داده سه حد داشته باشد میشه مطابقت مربع دو حد اگر دو حد داشته باشد میشه تفاضل مربعات خب آل تفاضل مربعات دو در مربع باشه توان دو داشته باشه یک عدد با ما شما تاور میته که شما باید نو نو رو باید بتونید مثلا 9 متر 9 متر سه مربع نوشته کنیم دو تفاضل مربعات صحیح است اما در مربع دو حد سه حد با ما شما میته ما از کجا بفهمیم ای او بی چند است حد اول جذرش حساب میکنی حد دوم جذرش حساب میکنی این جزرا در هم ضرب میکنیم جوابش در یک دو ضرب میکنیم اگر حد وسط شد تفاضل چی هست؟ مربع دو حد است جواب میشه همون جزر حد اول و جزر حد آخر علامه رو از حد وسط میگیری صحیح است در اینجا دیگه دقت کنید x مربع جزرش x میشه نو مربع جزرش سه میشه خب این x و در هم ضرب کو سه ضرب در x میشه سه ضرب در دو, ای دو عدد ثابت هستن میشه دو در 6 میکنه ششیک همین وسط شد بله پس میشه x سه حد علامه رو از حد وسط میگیره منفی سه کل مربع x منفی کل مربع میشه x منفی سه در x منفی سه پس ما توانستیم میره تجزیه کنه درسته شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز من تختار پاک میکنم یک تا مثال از فاکتورگیری هم من برد کار میکنم که اونم رو فامی در کتاب نیست ولی خب یاد بگیری بد نیست شاگرد عزیز و گرامی دقت کنید فاکتورگیری به شکل است ما شما به ما مثال می ته x مربع جمع 2x رو گفته تجزیه کنید خب این سه حد نداره پس مربع دو حد نیست دو حد داره تفاضل مربعات بود بینش منفی باشه مثبت است پس هیچ کد از مطابقت ها نیست این چرا ما و شما ایرا چی می تجزیه میکنیم این ایرو از رویش تجزیه می کنیم بهش میگن فاکتورگیری یا مشترک گیری x مربع معنیش چی بوده x مربع بوده x به ر x درسته یک ضرب در میشه x مربع دو ضرب در چی بوده بوده دو ضرب در X بین از هر چه مشترک است یک تا ایکس مشترک است پس از این مشترک ها رو ما نوشته میکنم. کنم یک قوس باز میکنم. از این اول مشترک ش گرفتیم در اینجا نوشته کردیم چی میمانه؟ یک تا x میمانه. و از دو ایکس ش بگیریم مشترک شده پوش نوشته کردیم یک تا دو میمونه علامه بینش مثبت است مثبت دو صحیح پس خلاص پس بین x و قوس چی است ضرب است ما یک تا افاده الجبری با درجه دو را به شکل ضرب دو تا فاصله الجبری با درجه کمتر نوشته کردیم پس به این میگن چی تجزیه و این چی است روش فاکتورگیری یا مشترکگیری. ولی خب سوال کتاب ما و شما شاگرد عزیز از این نیست فقط از مطابقت هاست درست است پس درس امروز ما و شما همین بود و خلاص شد <موسیقی> خب شاگرد عزیز و گرامی پس هدف درس ما شما چه بود امروز تجزیه فضایل جبری را خواندیم پس درس امروز ما شما خلاص شد اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 176 کتاب رو حل کنید و به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرشم نمبرش هم 20964 780 255 40 13 عزیز و گرامی پایان فصل هفتم فصل هفته ما و شما به خیر خلاص شد و به خیر ما و شما فصل هشت در درس بعد با همدیگه شروع میکنیم درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدارتان